شاگرد و خوشحالی او د ویار ځای دی چې زه نن ورځ د هیواد د داخلي چسال او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د کابل جلال آباد دویم لین سړک جوړونې د یوې داسې مهمې او حیاتي پروژې پرانیسته کوو چې د هیواد دوه ستر تجارتي ولایتونه کابل او جلال آباد په کمه فاصله یو له بل سره نښلوي. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې 126 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل بګراموی ولسوالۍ څخه پیل د کابل ولایت خاکجبه د ننګرهار ولایت د حصارک خوګیانو او سرخرود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار د حلقوي سړک سره نښلول کیږي. نوموړی سړک د عالقدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د کابل جلال آباد پر لویه لاره د تلونکو وسایطو او اراده جاتو څخه د هغوی د نوعیت په تبکیب د ټاکل سوي حقل عبور په بدل کې جوړیږي. دا محصول به د ټولګټو وزارت په ځانګړي بانکي حساب کې په شفافه توګه جمع کیږي او بانک ته به تحویلیږي او د مالی وزارت به یې د مصرف او عملیاتي اړتیاو اړوند اړینې او عاجلې اسانتیاوې برابروي. روښانه ده چې ننګرهار د افغانستان یو له مهمو سرحدي او تجارتي ولایتونو څخه دی او د هیواد په سوداګرۍ او سیمه ییز اقتصاد کې مهم رول لري. د کابل او جلال آباد دوهم لین سړک به د هیواد د ملي اقتصاد د پیاوړتیا سره د پام وړ مرسته وکړي. د دغو دوه مهمو اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي ښارونو ترمنځ د ترانسپورت اسانتیا نه یوازې د هیواد کورني سوداګري ته وده ورکړي، بلکې د سیمې او نړۍ سره هم زموږ د سوداګریزو اړیکو او مناسباتو په پراختیا کې مهم رول لري. د دغې مهمې لارې په جوړېدو سره به د سیمې خلکو او سوداګرو ته د تګ او راتګ اسانتیاوې برابرې شي. د سوداګریزو توکو او اموالو د لیږد د بهیر په ګړندي خوندي او کم لګښت شي. د لارې په اردو کې به کوچني او منځني کاروبارونه وغوړېږي. د کابل او جلال آباد اقتصادي او سوداګریز تړاو به غښتلی کړي. د کابل او جلال آباد په لومړي لین سړک باندې به د نقلیا وسایطو د تګ او راتګ ګڼه ګوڼه کمه کړي او د ترافیکي پیښو کچه به د پام وړ سچې ته راټیټه شي. ګرانو هیوادوالو، د داخلي ترانسپورت معیاري رغول او پیاوړتیا د سیمه ییز اقتصاد لپاره لومړنی شرط دی. داخلي لوی لارې او سړکونه له یوې خوا د هیواد ولایتونه یو له بل سره نښلوي او له بلې خوا همدا سړکونه د سیمې د هیوادونو سره د سیمه ییز ترانسپورتي اتصال په برخه کې تر ټولو اساسي رول لوبوي. د افغانستان اسلامي امارات تر دې دمه د سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا په موخه د ترانسپورتي زیربنا جوړولو په برخه کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې زیات کار ته اړتیا ده او د دا ډول بنسټیزو پروژو تطبیق د اسلامي امارت مسؤلیت دی. د سیمې له قدرمنو اوسېدونکو څخه هیله کوم چې د دې مهمې او بنیادي پروژې د تطبیق په برخه کې د اړوندو مسؤلینو سره لازمه همکاري وکړي او د پروژې له تطبیق کوونکو څخه هم په جدي توګه غوښتنه کوم چې
دا مهمه او ستراتیژیکه پروژه د ټولو منل شوي معیارونو په پام کې نیولو سره په باکیفیته توګه پلي کړي. په الاپا کې دغه کمیټې ته یا کوم شرکت چې د وزیر صاحب محترم سره پروتوکول لاسلیک کړی دی، الله دې دوی ته توفیق او توان ورکړي چې په ښه صحیح باکیفیته ډول باندې دغه کار په مخه روان کړي. داسې نه یې خدای مکړه چې دا یې پای ته رسیږي د سر لخوا بېرته پسې خراب وي. نو دا زموږ د دوی څخه یو خواهش غوښتنه ده چې دا د ملت د دې وینو د دې مسکینتوب د دې فقر د دې غریبتوب په حال کې موږ د دوی څخه پر لار باندې کوم شی غواړو، هغه خو د دغه سړک دپاره غواړو چې دا خدای مکړه ضایع نه شي. په اخر کې د دغې مهمې پروژې د پیل له امله ټولو هیوادوالو ته د زړه له تله مبارکي وایم او ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د هیواد اقتصادي زیربناوو د جوړولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او انشاءالله په دې باندې هم ډاډ ورکوو خپل ولس خپل ملت ته چې د افغانستان اسلامي امارات کوم مسؤلین چې کومه خبره کوي پر هغه وپاکوي. اول دا نن موږ تاسې وینو چې کومه خبره موږ کړې ده، د الله سره دي، الله دې نور هم موږ ته توفیق راکړي د ښه کار کولو د خپل ولس او د خپل ملت دپاره چې نور هم دغسې پروژې او داسې کارونه وکړو. نو دا یو غټه خبره ده او د ګران هیوادوالو ټولو اساسي ستونزو ته به په وخت رسیدګي کوي. السلام علیکم. علیکم السلام. دالا جان جور هستی؟ شکر فضل خدا بخیر. جانک جور است؟ شکر فضل خدا بخیر. بخیر هستی؟ زنده و سلامت باشی. میشه معرفی میکردی نامتان چی هست؟ کجا میرفته؟ اسم محمد زیاد است، باشنده این ملتقه هستم. احمد زیاد جان، بیل مبارک باشه، کار همی سرک شروع شده. چقدر خوشحال هستی؟ بخیر باشی، زنده و سلامت باشی. بسیار خوش هستیم بخاطر که کشور ما روی به ترقی میشه، سرکه جور بشه. بسیار خوش هست. در گذشته چرا کار همی سرک شروع نمشته سابق؟ والا دیگه چی بگم، در یارس همه چیز گفتن نمیتونم. خب فعلا از امارات اسلامی تشکر میکنیم که به خاطر ایجاد این پروژه سرکه بسیار کلان و 60 متره و 40 متره ایجا مصرف میکنم و ایچی میکنه بودیجه را به مصرف میرسونه. همین سرک بسیار خرد بود، حال فضل خدا بسیار کلان میشه دیگه. درست، بله، این سرک خرد بود، از هم زیاد ترافیکی هم داشت، حادثات ترافیکی هم رخ میداد. دیگه فعلا خوش است میلا سرکی طرف هم طرف هم دو طرف سرک جور بشه. حال خود زورمندان است؟ نه، فضل خداوند هر چیز جور است. علا گل مجاهد بود، مولای ترخیل بود، چرا وا سرک ها را جور نمیکدن؟ ده این باره چیز گفته نمیتونم، بخاطر که هر کس ده میفهمه دیگه. حال فضل خدا این امارت میگه پروژه تطبیق میشه، شاه و گدا یک رقم از خانه شان تخریب میشه، ایتونه میگه که خانه وکیل از وزیر است، قماندان است، که کار که شروع میشه دیگه. درست، این همی رقم است، چرا که به همگی به چشم اکسان میبینه و این مطرح نیست که کسی پیسدار است و کسی غریب است. تمام مردم افغانستان طبیعت زی خاک داره و زی از افغانستان است، با یک چشم دید به همه شان سهل بگل. تشکر ازش، بخیر باشه، زنده و سلامت باشه. وطنداره عزیز، پیشتر میریم نظرات دیگر وطنداره خود میگه. السلام علیکم. و علیکم سلام. پروژه نسنگه؟ شکر ده. جوره؟ خیر. طبیعت نخی؟ تیک ده. چه روان ورور جانستان هم شاید نم مبارز در روان این دفعه دیجی قرصره پوریدون. مبارز جان، کار همی سرک شروع شده و یک مقدار پیش هم رفته، چقدر خوب شد؟ زیاد خوب شده. خوشحال هستی؟ آه زیاد، بسیار. این سرک بسیار خرد بود؟ این زیاد خرد است، این کلانش خوب میشه. بدل تینا کار میکنه نمیکنه؟ میکنه، چرا نمیکنه، کار میکنه. چرا در گذشته پخوانی جور نمیشد؟ پخوا حکومت نو صبح در دوی نور ملک دست سی آقا ندی آقا. کور چیر تا دا؟ کور هم دل تا دا بس آقا که دا پکتیا کور. سی کاربار کهی؟ با دریوار ام تیلار. کاربار خدا؟ شکر دا الحمدلله خدا ندیر ازی. کار کهی؟ مزار رات قندار. طول ورز دا چه کرده؟ طول ورز چه کرده دا چه کرده سی دا سی آقا نوخ که دیری خوازو یا بند قیمت ازو چه کرده دا چه کرده. کور بادا؟ مننه مننه. السلام علیکم. مانه مکاوا. خب پیشتر میریم. السلام علیکم. پاریس هم سنگه؟ جوره؟ السلام علیکم. سنگه جوره؟ طبیعت نخی؟ خیر ده. سنم شاید چرت روانه؟ سدرایی میم او ده پکتیا کورد که دیو سیدون که.
قاری صاحب اینجا سرک ساخته میشه، خوشحال است یا نه؟ ولی نه خوشحاله، دخو کار ده ټول ملت دا او سرک خوشیده و آبادی دا سی جوریگی او دیر زیاد ورته خوشحاله. خدای ده بخیر دا پروژه تصمیم آقای که آخری پروژه خدای پاک زر تر زر اخلاص کی. چرا در گذشته می کارم شروع نمیشه سابقا؟ والا مخ که خود جمهوریت و دسه وکیلان و پیسی خوراله خو امارت اسلامی دا زر تر زر ده خدای ده غسی ده سرکم چل متره کی سلور سرکه کی. الو گل مجاهی بود مولای ترخیل بود یا بودن چرا جور نمیکردی؟ والا بدغه بارک سویل نسما دا سیاسی هغه دا هنر خدای دی جوړ کی. خالف از خدای نه امارات کار میکنه، کاری سرک شروع کرده و این سرک دیگه یکی از بدیل سرک کابل جلال آباد است. او داسه د کابل جلال آباد عمومی سرک د لار بندیان زیات ولی ان شاء الله تعالی دا سرکونه چې پخ سی لګ بلار بندي کم سی. اول زورمندان است خالص؟ نه نه زورمندان نست، خدای دې دغه سی ورګ کې سی ورګ دی. څه کاروبار کوي؟ والا بیکاره ای کاروبار خلاص کردین؟ ها سم په 12 پانتون نمیخونین؟ پانتون تم واسه نست سنگ بی بی ایو. امتحان دادین؟ ها امتحان دادین. نه بر آمدین؟ نه نه بیا خدا مهربان است، توکل به خدا. سه چانس از به نظرم چانس رو امتحان خدا مهربان است. زنده باش وطنداره عزیز، پیشتر میریم نظر دیگر وطنداره خدا میگیرم. السلام علیکم سنگه غرور طبیعتنا خیر بخیر خیرت های تشکری ها بخیر باشین سلامت زنده باش خیر ببینید. نامتان چی هست؟ گجا میرفتی؟ اختر محمد. آیسا بزرگوار کار همی سرک شروع شده؟ بله. و چقدر خوشحال هستین آیسا؟ والا مک دیر خوشحالیو، دلتا ازدهام و عبدی ما دقا سرای ده دا سرای ده ما ده او مگا دیر پا خوشحالیو چه دقا سرکم جوړ شي د ملک ده پارم یو بادی ده دمل د پارم ډیر خوشخبری ده چې دا سرک په خیر باندې جوړ شي، موږ ډیر خوشحال یو. خو مقصد دا ده چې دا کار زر وسی او لګ صورت زیات شي، په دې باندې چې دا خلک په پوره خلک هم دي کورونه دي دکانونه دي داب کې ټول تخریبیږي او د دې دا خلکو دا غریب خلک دي چې دې پیسې ورکړي دا خلکو ته کورونه جوړ کړي دي دکانونه دي آبادۍ دي چې دې دا پیسې خلکو ته ورکړي او دا د حکومت مسولیت ته چې د خلکو دا حق ورکړي. دو طرف سرک میره؟ دو طرف، دواړه طرفه ده. این سرک بسیار خوب بود، میگه بدل شهرهای کابل جلال آباد است. دا د کابل او جلال آباد عمومی سرک ده او دولانه سرک ده، 10 متر د گلدان د من نه یک طرف ده او 10 متر دی طرف ته ده، 7 متر سرک ده. آی صاحب سابقا موازا بود که اینجا سرک ساخته میشد؟ دا ډیر وخت د اوازی وی د دکان نه چې و د پوره خلق دا په دې انتظار و چې دا نن راځي او سبا راځي، نن راځي سبا راځي. خدا اوس الحمدلله شروع وکړه، دا نن څلورم ورځ ده چې شروع کړی ده او موږ خوشحال یو چې دا په خیر باندې جوړ شي، دا عمل کوي. بس چرا در گذشته هیڅ به می کار سرک شروع نه شو؟ والا نو جمهوریت کوم دا وازی وی چې جمهوریت کې شروع کړی تر اوسه پورې لا داسې عملی کار چا نه و شروع کړی، دا اوس بس عملی کار شروع شو. خالف الله خدای امارات بګه شروع شروع میشه. خدای مهربانه ده، خدای تعالی دې دوی ته توفیق ورکړي چې دا ملک جوړ کړي او باندې کې او دا خلک په کار کې. ډیر مننه وایم، ډیر مننه، خوشحال اوس الله دې خوشحال. السلام علیکم. باش خوب هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ نامتان چی است؟ نامی ما پختونیار است. پختونیار؟ چه یک نام زیبا داریم پختونیار صاحب؟ کور چیر داده؟ گوری مده تنی زیر پکتیا گور کده. چه سکار بار کهی؟ بیکار یو مکتب تازو مدرسی تا. سن فیشن دستین؟ سن بیازده. یازده، یک سال دیگه مانده دیگه؟ یک سال مانده. انشالله خود مکتب تمام کنی، ارزو دار اگه هم بشتره بخونی دکتر میشین اینجا نمیشین. یکی دکتر شایم خوب است. دکتر شایم بخیر. حتما کورس ها را تعقیب میکنی دیگه؟ ها تعقیب میکنم. نه خانه هم اینجاست؟ ها خانه هم اینجاست. خب این سرک ساخته میشه، خوشحال هستی یا نه؟ زیاد خوشحال هستیم. بعد از خیلی سال ها دیگه جا سرک ساخته میشه؟ 20 سال بعد. 20 سال بعد سرک ساخته میشه؟ سرک ساخته میشه. ان شاء الله که هرچی زودتر کاری سرک دیگه خلاص شه. ها بیاد زودتر کار شروع شه. چرا سابق شروع نمیشه سرک؟ سابق پیسا نبود یا چی نبود، نه حالا خب پیسا هست بیاد خلاص شه. خانم بخیر باشه. السلام علیکم. و علیکم سلام، روز جوری بخیری؟ روز سنگه جوری شکر الحمدلله، تاسو بخیر دیگه؟ الحمدلله خیر اوسه. سلام چای داد دل دست اجمالی ما دکانداری ما غیل است که دکان نه دیورور. خب دکانو شما او طرف است؟ دکانه واخو دیدی بود من دکان نه خدیدی. میگه اینجا سرک ساخته میشه، فعلا کارش هم شروع شده، چقدر خوب شد؟ والله که کار ده، بس خلکو ده بده کار زمینم مساعده سیو
او اخواتم دو دی خواتم فیلن دی خوا شروع دا اخوات لا پات دا او دغه خوا لا صبر استملاک خبر لانی دی خلاصوی او غی خوا خبر روانی او دی خوا د عملی کار شروع خیل خانه ها میره در اکسا او دیر از این غنی لس میدر اخوات لس میدر پنزو سنتی دی دکانون اخوات ازی شاروالی کابل شما را گفته که خانه ها را چیز کنین تخلیق نه منگ ده او سبری چلا اول ندره کرده فقط این منطقه را کارش شروع کرده با دی خواه شروع کرده دی خواه تم دستی چا دکی که راپور نده آقا کرده اسی ارتلیس بده غورد مستقی من منگ روزو عملی کار شروع کرده بس غرمی که راغل کور دی ودانی کار شروع کرده او دکومت نده هیله ده سو پخیر ده کار زر زر وکی زکه خل دکانونه دی و مشکلات دی و بیروبار به دیری دی سزگ تخریبی شروع کرده عملی کارم زر شروع سی در گذشته چرا کار این سرک شروع نمیشد؟ مگه در سابق هم مگه وازا بودین یا سرک ساخته میشد؟ نه دیر مخ که نه وازا و خو دمداد حکومتونو کارونه دی کلب عملی کی کلب نه عملی کی که بس دا حکومت نه دیر منه نگو سو کاری عملی شروع کرد هر حکومت کار کرده نمیگم کار نکرده این سرک هم در زمان جمهوری ساخته شده والی فضل خدای نه کار این شروع شد انشالله که گفته شما هر چی زودتر کاری تکمیل شود که مردم راحت شود همین همی هم ده خبر ده چی پیام دارین به شهروالی کابل شهروالی کابل دم ده پیام دست کار شروع کو مننه تی کو او سپ خیر زر کار شروع کو پیت اور سه بیر ده بر خلق گټه و اخستن ته اوس پالیسی دیره مننه زون دی اوس بخیر باشه هموطنان مهربان قسمی که شما مشاهده کردین نظرات وطندارای خودم گرفته ما هم ناگزیر هستیم خداحافظی کنیم این بوداشتنی برای ما تا برنامه دیگر تا دیدار دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم شب و روزتان خوش الان یادار شما